دوستان عزیز، قضیه فساد و ادعای مبارزه با فساد تو رژیم آخوندی همچین تو در تو شده که معلوم نیست بالاخره این وسط کی دزده کی قاضیه، یا بهتر بگیم قاضی دزده یا دز قاضیه. تو همین رابطه قسمت‌هایی از طنز روز روزنامه حکومتی آرمان ملی تحت عنوان سنگ پای چینیه یا قزوینیه رو انتخاب کردیم که از جمله نوشته: عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت اخیراً از وزیر سمت پرسیدم چرا 13 تن سنگ پا به کشور وارد شده است، و او در پاسخ گفت 8 تن سنگ پا به کشور وارد شده است. با این حال کلی از نگرانی های ما کم شد، اما نمیدونم چرا یاد این ضرور مثل افتادم که سنگ پای قزوینه. بعد یادم افتاد سنگ پا که داشتیم تو قزوین. لابد وارد کردن سنگ پا برای اشتغالزایی و رفع بحران بیکاری است، البته برای مردم عزیز کشور بیگانه. چنین سنگ پایی حتما خواص ویژه‌ای دارد. برای مثال برای سابیدن دست استفاده می شود تا همه پاک دست بشوند. امیدوارم سنگ پای وارداتی چینی نباشد و درست کار کند تا یک هم مثل آن دولت پاک دست عزیز رکورد متهمان اقتصادی را دوباره نشکند. لابد فکر می کنید قضیه 13 تن و 8 تن چیست؟ از منابع موثق شنیدم که آن 5 تن باقی مانده را نخود سیاه وارد می کنند. حتما کنجکاو شدید که منبع موثقم کیست؟ آقای راننده تاکسی. راننده تاکسی گفت اون 5 تن باقی مانده را نخود سیاه وارد کردند. دختر کناریم گفت قرار هر ماه با یارانه یه سنگ پا هم بدن. دختر ادامه داد سنگ پای معمولی نیستا؟ میگن یه خواصی داره که میخورینش قشنگ پرزای معده سابیده میشه، اسید معده کم میشه، اشتها کم میشه و فشار و چربی خون کنترل میشه، دیگه احتیاج به وارد کردن دارو نیست. بله، اینم از مزایای سنگ پای چینی. خب اگه موافق باشین الان با هم چند تا کاریکاتور سیاسی رو ببینیم.